بحث ما درباره منطقه شهری هست که یکی از مفاهیمی است که بسیار در شهرسازی و در علوم اجتماعی و جامعه شناسی و انسان شناسی شهری مورد تاکید. دلیل این مسئله اون هست که جهان در طول میتونیم بگیم 50 سال اخیر به سرعت به طرف شهری شدن رفته و امروز ما با یک جهان تا حد زیادی، در حد میشه گفت 60% حداقل به طور میانگین، ولی در به خصوص کشورهای توسعه یافته در حد 70% با کشورهای روبرو هستیم که شهری شدن. و اگر یک رقمی بخوام در اینجا بدم، این است که در سال 1950 میزان جمعیتی که در روی کره زمین در شهرها زندگی میکردن 764 میلیون نفر بود و این رقم در سال 2014 به 3 میلیارد و 900 میلیون نفر میرسه، تقریبا 4 میلیارد از جمعیت 7 میلیارد نفره انسانی، به همینطور در حال افزایش هست. خب یکی از مفاهیمی که ما در این حوزه میتونیم در موردش صحبت بکنیم مفهوم منطقه شهری هستش یا urban area، که بسیار مورد تاکیده از لحاظ این که متفاوت هست با مفهوم شهر و گروه دیگه از مفاهیمی که به شهر مربوط میشه که حالا ما به اونها خواهیم پرداخت. ولی مفهوم منطقه شهری معمولا به یک شهر و محیط اطرافش یا به مجموعی از شهرها که بسیار به هم نزدیک هستند و یک شبکه مانندی رو ایجاد میکنن اطلاق میشه که جمعیت حتما بالای حداقل 50-100 هزار نفر داشته باشن. و البته مناطق بزرگ شهری که امروز وجود داره جمعیت های بسیار بالاتری دارن. من اگر بخوام روی آمار دقیق این رو مطرح بکنم، بزرگترین منطقه شهری که امروز در جهان وجود داره منطقه شهری توکیو هستش، توکیو یوکوهاما در ژاپن، که نزدیک 38 میلیون نفر رو در خودش جا میده، 37 میلیون و تقریبا 800 هزار نفر. و بعد من در اندونزی هست جاکارتا که 35 میلیون نفر رو در خودش جا میده و دهلی در هند که 31 میلیون نفر رو در خودش جا میده و فوانگجو فوشان در چین با 27 میلیون، منطقه بمبئی در چین، منطقه بمبئی در هند ببخشید با 25 میلیون و مانیل در فیلیپین 24 میلیون، شانگهای در چین 24 میلیون. بعد ما به مصر میرسیم با قاهره که 22 میلیون نفر و مکسیکو سیتی در مکزیک که باز نزدیک 22 میلیون نفر و کلکته در هند که باز همون 22 میلیون و ساو پولو در برزیل 22 میلیون. و بعد به کشور آمریکا میرسیم که رده 13 رو داره، نیویورک با 21 میلیون و 396. و بعد وارد باز چندین کشور در حال توسعه میشیم از جمله کراچی که در پاکستان 20 میلیون نفر جمعیت رو در خودش داره، یا بانکوک در تایلند که 18 میلیون و 800 هزار نفر رو داره، پکن که در چین 18 میلیون و 800 هزار نفر رو در خودش داره. باز برای اینکه برسیم به یک کشور تقریبا توسعه یافته تر، مسکو رو میتونیم مثال بزنیم که 17 میلیون و 700 هزار نفر رو در خودش داره و بوئنوس آیرس در آرژانتین
با 15 میلیون و لس آنجلس در ایالات متحده با 15 میلیون و 500 هزار و از جمله شهرهایی که با ما نزدیکتر هستش و ما با اون آشنایی داریم استانبول هستش که در خودش در ترکیه 14 میلیون و 400 هزار نفر رو داره و تهران که 13 میلیون و 380 هزار نفر رو در خودش جای داده بنابر آماری که در اینجا ما در اختیارمون داریم. و خب نکته که در این آمار که میشه ادامهش داد حالا میشه دید این است که مناطق شهری، اول نکته این هست، مناطق شهری که بزرگ هستن، ما در اینجا مشاهده کردیم که مناطق شهری بسیار بزرگ تقریبا همهشون در کشورهای جهان سوم هستن به جز ژاپن، اگر مورد ژاپن رو بذاریم کنار، چون ژاپن کشوری هستش که تراکم جمعیتی خیلی خیلی بالایی داره، کشور کوچکی هستش با مناطق محدودی ازش که قابل سکونت هست، مناطق زیادی از ژاپن غیر قابل سکونته، ولی از اون که بگذاریم بقیه کشورها مثل اندونزی و هند و چین و فیلیپین و غیره اینها در کشورهای در حال توسعه هستند و ما همطور که گفتم برای که به اولین کشور توسعه یافته برسیم نیویورک با 21 میلیون در رده 13 هم هست یا لس آنجلس در رده 15 هم هست و همینطور ما باید خیلی پایین بریم تا فرض بکنید که برسیم به پاریس مثلا با 11 میلیون که از تهران تراکم یعنی جمعیتی که در خودش داره کمتره. پس می‌بینیم که جمعیت زیاد نشان دهنده توسعه یافتگی نیست، جمعیت زیاد بیشتر نشان دهنده یک نوعی از شهری شدنه که بدون برنامه ریزی بوده، یعنی به این شکل بوده که یک نقطه شهری به وجود آمده و تعداد زیادی از افراد از سایر نقاط، نقاط روستایی یا شهرهای کوچک مهاجرت کردن به این نقطه بزرگ و خب این در خیلی از کشورها باعث شده که اصلا ما با پدیده کلانسری روبرو بشیم، یعنی پدیده‌ای که ما در اون میبینیم که پایتخت یک کشوری تقریبا بخش بزرگی از جمعیت اون کشور رو در خودش داره که پدیده بسیار بسیار منفی هستش. خوشبختانه در ایران این اتفاق نیفتاده به خاطر طرح جامعی که در سطح کشور اجرا شد، یعنی برنامه ریزی شد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شروع شد به انجام شدن بعد از جنگ، ما تونستیم در ایران کلان شهرهای متعددی داشته باشیم که جمعیت رو توزیع کرده، هرچند که منطقه تهران، منطقه شهری تهران بسیار بزرگ است و اگر حالا ما این منطقه شهری رو بزرگتر تعریف بکنیم، یعنی تهران، قزوین و کرج رو در یک مثلث قرار بدیم به رقم بسیار بسیار بزرگتر می‌رسیم، رقمی که من گفتم مربوط میشه به صرفا خود تهران. پس این نشوندنده توسعه یافتگی نیست، ولی امکاناتی این شهرهای بزرگ میدن که نباید رفت به دنبال این که کلان شهرهایی یا مناطق شهری که اینقدر بزرگی ایجاد کرد، این مسئله خوبی نیست، ولی وقتی به وجود آمد خب امکاناتی هم ایجاد میکنند که میشه از این امکانات استفاده کرد، یعنی تراکمی که در اینها وجود داره باعث میشه که بشه از منابعی که درشون هست به صورت متمرکز استفاده کرد، بناهایی ایجاد کرد که برای میلیون ها نفر قابل استفاده باشه. وقتی مثلا ما یک موزه رو در یک شهر بالای 10 میلیون ایجاد میکنیم میتونیم روی مخاطبان زیادی حساب بکنیم، بنابراین گروهی از بناهایی که میتونه مخاطبین زیادی داشته باشه داخلی از خود اون شهر، بگذاریم حالات دو زیادی هم از افراد از خارج وارد شهر میشن،
ولی خود اون شهر به تنهایی این قابلیت رو داره که مکانهایی رو ایجاد کنه که بتونن تعداد زیادی افراد رو به خودشون جذب بکنن و این انباشتی که از لحاظ ذخایر وجود داره در داخل شهر و ثروتی که تولید میشه که معمولا اینها شهرهایی هستش که مراکز تجاری، مراکز صنعتی، مراکز اداری زیادی درش هست، بنابراین ثروت شهر نسبتا زیاده، درآمد شهر زیاده و بنابراین میتونه هزینه های زیادی هم بکنه. ولی خب از اون طرف مسائل منفی زیادی هم داره. تمام اینا تقریبا با مسئله حاشیه نشینی روبرو هستن، یعنی مناطق فقیری که معمولا در اطرافشون و بعضی وقتا در داخلشون به صورت جزایر فقر در داخل خود این شهر وجود داره. مسئله کمبود امنیت داخلی دارن، در اینها معمولا میزان جرم و جنایت زیاد هستش. مدیریت جمعیت در اینها سخته، برای که اینها معمولا گروه های فرهنگی بسیار متعددی درشون زندگی میکنن و که با هم سازگار نیستن در خیلی از موارد و بنابراین باید مدیریت و سازماندهی فرهنگی بزرگی داشت. مسئله حرکت در اینها بسیار بسیار پیچیده است، باید برنامه‌ریزی شده باشه، حتما باید حمل و نقل عمومی در اینها به صورت گسترده‌ای و پیشرفته‌ای سازماندهی شده باشه و در داخل اینها هم باید ما نقاطی رو داشته باشیم که این نقاط حالا در شکل یک محله، در شکل یک نقطه تجمعی که نسبتاً محدودتره بتونه شهر رو به نوعی به تکه های کوچکتری تقسیم بکنه که حالا در مورد اینها ما توضیح میدیم. از جمله مثلا فرض کنیم چیزی که بهش میگن دهکده شهری یا روستای شهری، معمولا ویلش به کار برده میشه که من در یک بستی به اون خواهم پرداخت. معمولا محله یا همین دهکده یا به اصطلاح نقطه شهری که به این طریق ایجاد میشه میتونه افرادی رو جمع کنه در داخل خودش، یک شهر کوچکی در داخل اون شهر بزرگ ایجاد بکنه و در اون یک نوع یک دستی بیشتر ایجاد کنه بدون اینکه ببنده خودش رو. این مسئله مهمیه که حالا ما به اون اشاره میکنیم. ببنده یعنی منظورم این است که از لحاظ شهری محدود کنه خودش رو، مرزهایی داشته باشه که ورود به اون رو سخت بکنه، خروج از اون رو سخت بکنه و غیره. میتونه در داخل خودش حتی یک جذابیت اضافه ای رو هم ایجاد کنه و خب این یکی از راه حل هاییست که برای این مسئله وجود داره. به هر حال میزان زیاد جمعیت شهری برغم اینکه شهرنشینی به طور کلی ناگزیر هست با فرایندی که فناوری دنبال کرده در سطح جهان، ولی لزوماً شهرهای بزرگ رو ما باید تقسیم کنیم به نوعی در سیاستگذاری شهری به مناطق کوچکتری که در داخل شهر ایجاد میکنیم و برای اونها برنامه‌ریزی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره انجام بدیم تا از بروز تنش‌های شهری جلوگیری بکنیم. اینم جزو مشکلات این کلان شهرها هستش که اگر تنش ایجاد بشه، اگر شورش شهری، اعتراض شهری ایجاد بشه، هزینه ها بسیار بالاست، به دلیل اینکه تراکم در اینها بسیار بالا هستش. پس می‌بینیم که از یک طرف امتیازات در اینها زیاده، ولی از یک طرف هزینه ها، و هزینه ها میتونم بگم اگر بخوایم مقایسه بکنیم بسیار بیشتر هستش از امتیازات. به همین جهت هستش که در کشورهای توسعه یافته ما خیلی زیاد نمیبینیم از این شهر و شهرهایی که به این ترتیب ما ازشون نام بردیم مثل نیویورک، پاریس، لس آنجلس و غیره، شهرهای قدیمی تری هستند که مهاجرت خیلی زیاد بهشون انجام شده بود و امروز در شهرهایی که مدرن تر هستن معمولا سطح جمعیتی که برای شهر پر
جمعیت در نظر گرفته میشه بین 100 تا 400 هزار نفر است. این رقم خوبی هستش که میشه سیاست گذاری های مناسبی رو از لحاظ شهری انجام داد.